سلام، درس 32 رو با هم شروع میکنیم تحت عنوان School Education. خب مشابه این درس رو تو کتاب قبلی هم داشتیم، یه مسئله تکراری شده دیگه، من هر سری میگم. خب بریم مبحث آموزش رو، در واقع آموزش رسمی در مدارس رو با هم بررسی کنیم. در بخش اول The School System، سیستم آموزشی مدارس رو میخوایم در رابطه باش اطلاعات کسب کنیم. میگه This is the system for state education in most parts of England and Wales. میگه این سیستمی است برای آموزش دولتی state education که در اکثر نقاط انگلستان و ویلز اجرا میشه. اسکاتلند سیستم آموزشی خودش رو داره، ایرلند هم همینطور، در سایر کشورهای انگلیسی زبان هم طبیعتاً همینطور هست، اما موارد مشابه بینشون زیاده. State schools are free and operated by the country. State schools در واقع مدارس دولتی رو میگیم که رایگان هست و توسط دولت اداره میشه. Parents pay to send their children to private schools. برای فرستادن بچه به مدارس در واقع غیر انتفاعی یا خصوصی باید پول بدن. خب در این جدول میبینیم که سن رو نوشته و اینکه چه آموزشی، چه ایژوکیشنی برای اون سن ترتیب داده شده. Age 3 Almost all children attend nursery school for up to 15 hours a week. میگی که تقریبا همه کودکان در این سن، در واقع خردسالان، اینا دیگه خردسالن، در نرسری سکول برای 15 ساعت در هفته شرکت میکنن. نرسری سکول چیزی شبیه به همون کیندرگارتن. حالا تفاوت‌های خاص خودشو در بریتانیا داره، ولی به اون میگن نرسری و یا نرسری سکول. فعل اتند هم به معنی شرکت کردنه، حضور پیدا کردن. Age 5 everyone starts primary school. در سن 5 سالگی اینا شروع میکنن به مدرسه رفتن و پرایمری سکول در واقع ابتدایی. حالا البته میدونم که این فرمت در ایران هم تغییر کرده، مثلا مثل که اون راهنمایی دیگه وجود نداره و اینا دو قسمت شدن، ابتدایی و متوسطه، یا حالا هر چیزی اسم جدیدشو نمیدونم. Age 11 pupils go to secondary school. Pupils به همون دانش آموزان میگن. Pupils go to secondary school یعنی به مدرسه متوسطه میرن، در مقطع متوسطه شروع میکنن به درس خوندن. Age 16 pupils take or do GCSE exams. In up to 10 subjects. خب این GCSE امتحانی است که در مدارس بریتانیا میگیرن و اینجا هم گفته up to 10 subjects، حدود تا میتونه تا 10 تا درس رو تست بگیرن. Collocation to take an exam و یا to do an exam هم که از قبل داشتیم و به معنی امتحان دادن. Then they can go to a college for vocational training. بعد از اون به کالج میرن برای vocational training. در واقع vocational training یک چیزی شبیه به اون روشی که حالا الان نمیدونم چی داریم، ولی در زمان ما اینجوری بود که مثلا اگر کسی میرفت یه رشته مثلا فنی میخوند، باید میرفت یک جا کارورزی هم میکرد. سایر رشته ها مثلا تجربی و اینا فکر نمیکنم داشته باشه، اما یک چیزی شبیه به این هست vocational training. البته شبیه اون به لحاظ ماهیت فقط شبیه اون چیزی که در ایران داشتیم، ولی این خب یک برنامه حساب شده است و در واقع شما سعی میکنید یک کاری رو یاد بگیرید. For example, hotel management or travel and tourism courses. در واقع یک کورس هایی مثل مثلا توریسم، مسافرت، بعد مدیریت هتل یا هتلداری و اینجور موارد رو یاد میگیرید. یک حرفه ای رو شما آموزش میبینید. Or they can stay at school for two more years. و یا میتونن که تو مدرسه بمونن، یعنی به درس ادامه بدن در مدرسه برای دو سال
بیشتر. Age 18, در 18 سالگی, pupils take A-level exams in 3 or 4 subjects. امتحانات A-level هست که در واقع اون امتحانات آخریه که برای مدرسه میدن و بین 3 تا 4 آزمون رو در واقع درس رو باید امتحان بدن. And then they can leave school and get a job or go on to university. و بعد از این میتونن مدرسه رو ترک کنن to leave school و یا برن یک شغلی پیدا کنن to get a job و یا به دانشگاه برن or go on to university. در واقع همون چیزیه که مشابه با دیپلم گرفتن ماست. Or go to a college for further education or further training, for example teaching or business studies. خب یک کالج و یونیورسیتی, خب این تفاوت ها, یونیورسیتی برای تحصیلات عالی است, کالج بیشتر برای آماده سازی برای بازار کاره و میرن که در واقع دوره های ترینینگ داره بیشتر, یک همچین مواردی رو یاد میگیرن. حالا در بریتانیا که اینجوری, سایر کشورها شاید تفاوت داشته باشه و این در واقع سیستم آموزشی بریتانیا هست. در بخش دوم, the school timetable, در واقع برنامه زمانبندی مدرسه رو میخواد به ما توضیح بده. میگه the school day is divided into 5 to 7 lessons. هر یک روز مدرسه تقسیم شده در divided into about 5 to 7 lessons. 5 تا 7 درس رو داره. And over the course of a week, و در طول یک هفته, most pupils do about 10 subjects, و یا study about 10 subjects. در طول هفته هم معمولا, در طول یک هفته هم معمولا بین, ببخشید, در طول یک هفته هم دانش آموزا معمولا 10 تا درس رو باید بخونن. Do a subject و یا study a subject, مطالعه اون درس است. Including English, Maths, History, Science, etc. درس هم به این ترتیب, English هست که در رابطه با زبان انگلیسیه. نه البته این چیزی که ما میخونیم طبیعتا متفاوته. Maths, ریاضیات, History, تاریخ, Science, اون چیزی که ما بهش میگفتیم علوم, بله, و سایر درس ها. There is usually a 1 hour lunch break. این نکته ای هست که حالا من نمیدونم تو مدارس ما هم پیاده شده یا نه, دانش آموزا معمولا صبحانه و نهار رو در مدرسه میخورن و یعنی مدرسه موظفه که به اینا نهار بده, یک لانچ بریک دارن که میرن یک ساعتی نهار میخورن. And a break in the morning and afternoon as well. بس یه break هم, یه تایمه بقالا مثل ما زنگ تفریحی هم در صبح و بعد از ظهر دارن. در بخش language help هم نکته ای رو گفته که من قبلا اشاره کردم. In American English the subject is math. But in British English it is maths. به این حالت هست. اسم کاملش هم که گفتیم mathematics هست, ریاضیات, اما ریاضی رو اگر بخوایم بگیم به این دو حالت گفته میشه. The school year is usually divided into 3 terms. هر سال تحصیلی به 3 ترم, یا اونجوری که ما قدیم میگفتیم به 3 سولز تقسیم شد. With each term being about 13 weeks. که هر ترمش حدوداً 13 هفته یا کمی در کم و بیش 3 ماه میشه. یه مقدار از 3 ماه هم شاید بیشتر بشه, 12 هفته, نه همون حدودا 3 ماه. Although some schools are now having shorter terms and more frequent holidays. خب در این دور زمانه ظاهرا که یک تغییرات اتفاق افتاده. میگه اگرچه که بعضی مدارس امروزه ترم های کوتاه‌تر و تعطیلات بیشتری دارند. At the end of the school year, در پایان هر سال تحصیلی, pupils usually take exams, و یا do exams, before they break up.
معمولا در پایان هر سال تحصیلی دانش آموزا باید بیان امتحان بدن. امتحان میدن قبل از اینکه بریک اپ کنن، یعنی قبل از اینکه کلاساشون تموم بشه یا اون ترم آخرشون تموم بشه و خلاصه مدرسه تعطیل بشه. After the summer holidays، بعد از تعطیلات تابستان، they go back for the new school year، برمیگردن برای سال تحصیلی جدید. اما بخش آخر در رابطه با school rules هست، قوانین مدرسه. In the past، در گذشته، school generally had more rules، معمولاً قوانین بیشتری داشتن مدارس در گذشته. And if you broke the rules، اگر قوانین رو میشکستین، you were punished، مجازات میشدین، تنبیه میشدین. At my school for example، در مدرسه من برای مثال، pupils sometimes had to stay behind and write an essay. میگه که در مدرسه من دانش آموزا باید میموندن، یعنی باید میموندن مدرسه. وقتی مثلا همه میرن، اون دانش آموزی که تنبیه کردن باید میموند و مثلا یک اسهی مینوشت، یک مقالهی مینوشت، یک مطلبی مینوشت. I used to get into trouble for wearing lipstick. میگه که to get into trouble یعنی تو درد سر افتادن. میگه من تو درد سر میافتادم به خاطر اینکه روج لب میزدم. lipstick که در تصویر میبینی هست، یعنی برای دخترها این قضیه ممنوع بوده یه زمانی. I remember we had to call the male teachers sir and female teachers miss. میگه که باید یادم میاد که باید معلم های مرد رو male teachers sir یا آقا صدا میکردیم و female teachers معلم های خانم رو miss. And we had to wear a horrible uniform. و باید یه یونیفرم یا یک روپوش مدرسه خیلی افتضاحی بدی رو میپوشیدیم. Nowadays the atmosphere is more relaxed. میگه این روزها، nowadays the atmosphere، جو یا اون محیط خیلی ریلکستر و آرامتر شده. All the pupils can often dress the way they want. دانش آموزایی که دیگه مثلا سال آخرن، دیگه به اونا خیلی گیر نمیدن، میتونن تقریبا هر لباسی که دلشون میخواد بپوشن. As long as they're reasonably smart. تا زمانی که reasonably smart، smart که یادتونه میگفتیم به یک تیپ رسمی میگن. میگه تا اونجایی که بالاخره در یک حد معقولی رسمی باشه، یعنی چیزی که مناسب مدرسه باشه. حالا چیز شده سخت گیرانه تر نیست مثل قدیم، ولی خب اونجوری هم نیست که مثلا هر چی بتونیم بپوشیم. And the teachers are not as strict. و معلم ها هم مثل اون زمان سخت گیر نیستن. Strict به معنی سخت گیر است. خب مطلب این درس هم به پایان رسید. در صفحه بعد تمرین ها رو داریم که انجام بدید. احیانا اگر سوالی داشتید توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.